دا کابل زرندونکو السلام علیکم د ریالو خبرونه ته خره خلاص اوسنۍ خبرونه مو د کابینه نه جوړول ته څنګه شوې ده ولسمشر اشرف غنی احمدزی د لوړ مراسم په تر سره کولو کې چې د میزان په ومنټه تر سره شو یادونه وکړه چې د 45 ورځو په اوګدو کې به کابینه جوړه کړي نه نه اتصل وختمه ورځ دی اما بیا هم کابینه نه جوړه شوې په همدې تړاو د خغلی اشرف غنی احمدزی او خغلی عبدالله لخوا یو کمیټه جوړه شوې ده دا کمیټې په کار پیل کړی دی څو وشي کولای د کابینه غړي یا وزیران معرفي کړي دا چې تر کومه حده پورې د دغه کمیټې کار مخ ته تللی دی ولې تر دې دمه دغه کمیټه نه ده توانېدلې خپل کارونه ورستی کړي او کله به وشي کولای دا کمیټه وزیران ولس جرګې ته د باور رایې ترلاسه کول په مخه معرفي کړي همدا موضوع به له خپل درانه میلمه د خغلی عبدالله د سیاسي کمیټې د مشر خغلی سید حسین علمی بلخی سره وڅېړو البته یادونه باید وکړم چې خغلی بلخی د افغانستان د اعتدال ګوند مشر هم دی بلخی صاحب خوش آمدید سلامت باشین تشکر ما اول همی الان سره یک کمک اجازهتون باشه تصحیح بکنم بفرمایید کمیته مشترک برای انتخاب وزیران نیست که وزیران را مشخص بکنن و به ولسی جرگه معرفی بکنن اونا صرفا در رابطه با خود وزارت ها و پست ها صحبت میکنن باز وزیرا را در کدام پست ها چه شخصیتی قرار میگیره و را باز رئیس جمهور خود شخصا با رئیس اجرایی تصمیم میگیره بسیار خوب است بلخی صاحب تشکر از تصحیحتان چرا نتونستیم ضرب الاجل که از طرف رئیس جمهور تعیین شده بود با پرداختن ضرب الاجل یا مهلت رئیس جمهور باز هم نتونستیم که ما وزیرای خود را به ولسی جرگه معرفی کنیم تا رأی اعتماد را به دست بیاورند بله خب بعد از انتخابات معرفی کابینه در هر جایی بوده باشه افغانستان یا جای دیگه زمان لازم داره معمولا نیازی به یک فکر و یک برنامه ریزی و یک صحبت و شنیدن کسی که وزیر معرفی میکنه برنامه هایی کسی که کاندیدی برای وزارت هست خب طبعا زمان بیشتری ضرورت داره شما به خاطر داشته باشین که در انتخابات قبلی ریاست جمهوری وقتی که نتیجه انتخابات اعلان شد و رئیس جمهور قبلی جناب کرزی صاحب مراسم تحلیف را انجام داد با اینه که یک پیشینه هم داشت یعنی یک کابینه را همراه خود داشت که در یک نوبت 5 ساله بعدش 8 ساله حتی با رئیس جمهور کار کرده بودن ولی بازم رئیس جمهور نزدیک 2 ماه بعد از مراسم تحلیفش وزیرا را برای رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی کردن نزدیک 2 ماه وقت ولی گرفت. یک چیزی که تفاوت وجود داره اگر اجازه بفرمایید من همین یک کم اگه برتان بفرمین. تکمیل کنم این نوبت با توجه به مشکلاتی که در جریان انتخابات بود و بعد هم یک برنده از طرف کمیسیون انتخابات به صورت قاطع اعلان نشد حکومت وحدت ملی جور شد خب 2 تا تیمی که در جریان انتخابات با هم رقیب بودن اینا باید کابینه واحد معرفی بکنن طبیعی است که معرفی کردن کابینه واحد بین 2 تا تیم رقیب به علاوه این که در اصل کابینه معرفی کردن یک مقدار زمان لازم داره زمان بیشتر ضرورت داره و ما امیدوار هستم که تأخیری در معرفی کابینه که 45 روز هم گذشته سبب خیر شود که رئیس جمهور و رئیس اجراییه بتانه با محاسبات دقیق کسایی رو معرفی بکنند که در یک کابینه بتانن مشترک با هم کار بکنن و مفید واقع شود برای جامعه و مردم و میتونه خوبتر خدمت بکنن یک چیزی که میخواستم قبلا به اون اشاره داشته باشم رئیس جمهور قبلی میاد مشخص نکرده بود که ما در اینقدر مدت میتونم که کابینه رو معرفی کنم اما رئیس جمهور فعلی ما آقای اشرف غنی احمدزی گفته بودن که در 45 روز
دلیل چی بوده میتونه؟ شما که از نزدیک کار میکنین با حکومت، البته به سطح یک کمیته، آیا محاسبات از اینا اشتباه بوده یا با آقای عبدالله مشوره صورت نگرفته بوده؟ چرا؟ خب این بیانگر علاقمندی رئیس جمهور هست به آوردن یک تغییرات و تحولات سریعتر در کابینه که چهره های نو زودتر وارد عرصه شوند و بتونن خدمت خوبتری را برای مردم انجام بدن. خب خیلی وقت هاست که آدم به مو آرزومندی هایی که داره در سر وقت و زمانش نمیرسن. خب شاید محاسبهشان دقیق نبوده، شاید هم مصروفیت های زیادی که پیش آمد، مهمان های زیادی خارجی بود، سفرهایی داشت رئیس جمهور به خارج، خب یک بخش شاید این مصروفیت ها مانع شد و در مجموع همو چیزی که پیشتر ما براتان گفتم بله. شاید دقیق تری باشه که همی معرفی یک کابینه از طرف دو تا تیم رقیب زمان بیشتری می‌برد. مهلت دادن یا تعیین وقت مشوره با آقای عبدالله شده بود؟ هر دو با هم کار کردن؟ در که در 45 روز بله. معرفی میشه، من نمیفهم، من در جریان موضوع نیستم، فکر نمی‌کنم که در تفاهم این موضوع را اعلان کرده باشن و من پیشتر گفتم که بیانگر یمو علاقمندی شخصی رئیس جمهور است که تلاششانی بوده که بتونه زودتر چهره های نو وارد عرصه بکنه. شما که مسئولیت کمیته سیاسی یا رهبری کمیته با عهده شما است، چقدر پیشرفت صورت گرفته؟ خب 45 روز ما 3 روز فاصله داریم، یعنی 3 روز گذشته، آیا پیشرفتی صورت گرفته در معرفی اشخاص از طرف کمیته شما، از طرف کمیته از اونا که گزینش باز با هر دو رهبر است؟ بله، خب شما به یاد دارین که یک موافقت نامه بسیار جنجالی در نهایت سرش توافق صورت گرفت و به امضای رهبر هر دو تا تیم انتخاباتی رسید که بر مبنای موافقت نامه حکومت وحدت ملی جور شود و ریاست اجرائیه ایجاد شد بر مبنای همون موافقت نامه و یک سازکار جدیدی برای دولت افغانستان و حکومت افغانستان در اون موافقت نامه گنجانده شد. برای آوردن یک چیز نو خود همان زمان لازم داره و در این حال کمیته مشترکی که از طرف هر دو تا تیم بودن، اینا جلسات زیادی داشتن و بیشتر صحبت های این کمیته مشترک سر به وجود آوردن راهکارهایی بود که بر اساس او دو تا تعبیری که در موافقت نامه هست که وزارت های کلیدی امنیتی، اقتصادی و ادارات مستقل به صورت برابر تعیین میشه از طرف هر دو تا تیم و در وزارت های یا در ادارات دیگه غیر از این بخش که خارج از چوکات اصلاحات اداری و خدمات ملکی باشه، تعییناتش رئیس جمهور در یک مشورت جدی با رئیس اجرایی پروگرام به گونه تنظیم میکنه که از هر دو تا از هر دو جانب به صورت برابر گونه در اجراعات و در پستای یعنی دولتی مکمل حکومت به دو بخش تقسیم میشه، 50% سهم آقای اشرف غنی میرسه و 50% سهم آقای عبدالله، همین گونه؟ خب من میگم بردم و در این بخش بالاخره بحثی است که یعنی خارج از او موردی که پیشتر گفتم که ادارات کلیدی امنیتی و اقتصادی و مستقل هست، در سایر ادارات به شکل برابرگونه، البته ای دو بخش یک ماده موافقت نامه یک متمم هم داره که در قسمت آخرش است که این هر دو تا تیم یا در حکومت وحدت ملی زمینه را برای حضور کادرهای ورزیده این مملکت که احیانا در هر دو تا تیم هم نباشه فراهم میکنه و اونا میتونه در جایگاه مناسب قرار بگیره. بیشتر صحبت های این کمیته سر این موارد بود در رابطه با مصداق اداراتی که به شکل برابر باشه، مصداق اداراتی که به شکل برابر گونه باشه و سنجیدن تدابیری که کسایی که در هر دو تا تیم نیستن بیرون از هر دو تا تیم هستن زمینه حضور اونا چی گونه باید فراهم شود در تفاهمی بین رئیس جمهور و رئیس اجرائیه
یا اینکه بالاخره خب رئیس جمهور یک تعداد را پیشنهاد کنه از کسایی که خارج از هر دو تا تیم است، رئیس اجرایی یک تعداد را پیشنهاد بکنه، باز با هم دیگه توافق بکنن. در مجموع بیشتر کار کمیته سر این تدابیر بود. من پیشتر هم در تصحیح انانستانم گفتم که کار این کمیته مشخص کردن افراد نبود، یعنی راهکارها بوده، راهکارها بوده. و در رابطه با راهکارها من فکر میکنم کار کمیته در حد زیادی پیش رفت و در 11 تا وزارت پیشنهاد وجود داشت از طرف تیم رئیس جمهور که اینا به شکل آزاد انتخاب شوه. و در رابطه با این موضوعی که شکل آزاد چگونه انتخاب شوه، بین هر دو تا تیم صحبتای بود. البته هر دو تا تیم برای توافق داشتن که اینا که به شکل آزاد انتخاب میشن. باز معذرت گپایتون صحبتاتون قطع میشه. یک موضوع دیگه که مطرح شده بود از طرف آخر رئیس جمهور، اوج فشرده ساختن مکمل حکومت بوده، یعنی بعض وزارت ها شاید از بین برود. خوب اگر وزارت ها مدغم میشن با هم و تشکیلاتشان منحل میشه، مشکل به وجود نخواهد آورد؟ خورا من برتان جواب میگم. خب در رابطه با این موضوع بالاخره خب صحبت های صورت گرفت و در نهایت بعد از صحبت ها در یک نقطه رسید کمیته مشترک که گفت بعد از این مسائل را باید رئیس صاحب جمهور و رئیس صاحب اجرایی خودشان شخصا پیش ببرند. که ما این را به خاطر مخصوصا توضیح میتونم که در همین روزا بعضی صحبت های در بعض جای صورت شده، یک مقدار تشویش های را به وجود آورده. ما میخوام از این طریق بگویم که کمیته تا جایی که ممکن بود کار خودش انجام داد و ادامه کار و تصمیم گیری نهایی از طرف کمیته موکول شد و رسید به مرحله که رئیس جمهور و رئیس اجرایی خودشان در این مورد تصمیم میگیرند. و در همین هفته که در هفته که گذشت یک دو بار رئیس اجرایی با رئیس جمهور در این موضوع با هم نشست داشتند و بعد سفر رئیس جمهور پیش آمد در پاکستان و قراری را که بین رئیس جمهور و رئیس اجرایی است این که به محض اینکه رئیس جمهور از سفر پاکستان برمیگردند، در یک نشست و صحبتی با رئیس اجرایی در رابطه با تکمیل این موضوع که آیا خودشان به یک نقطه نهایی میرسانند یا راهکار جدید، راهنمود جدیدی برای او کمیته راه میکنند که اونا بازم بشینه سر این موضوع بحث بکنه. و من مطمئن هستم که به زودی کار کابینه به یک نقطه خواهد رسید که با تفاهم رئیس جمهور و رئیس اجرایی مجموعه اعضای کابینه که 25 نفر است به پارلمان برای رأی اعتماد معرفی شود. بله. و ما امیدوار هستم که امیدواری وجود داره که افراد در جریان هفته جاری معرفی شود. من امیدوار هستم که بعد از سفر رئیس جمهور سری موضوع رئیس جمهور با رئیس اجرایی یک مقدار متمرکز کار کنند، به خاطر که همو ضرب الاجل رئیس جمهور هم به پایان رسید. از طرف دیگه اجلاس لندن رو هم ما پیش روی داریم که با کار متمرکزی بین رئیس صاحب جمهور و رئیس صاحب اجرایی ما انتظاری را داریم که حداقل قبل از اجلاس لندن کابینه و پارلمان معرفی شود برای رأی اعتماد. و ما باورم ایست که جای تشویش وجود نداره. و قسمی که بعضی دوستان یک مقدار مسائل را مطرح کردند که به نظر من غیر مسئولانه بود و یک مقدار تشویش های را برای مردم خلق کردند، ما باید از حوصله مندی بیشتری برخوردار باشیم. اما یک مشکلی که وجود داره اصلا تدابیر بیشتری در رابطه با این مسائل پیش بریم. یک مشکلی که تشویش ها را خلق کرده دلیلش این است که اگر با وزارتخانه ها مراجعه کنیم کار درست صورت نمیگیره. تنها در وزارتخانه ها نیست، در ولایت ها هم همین گونه است. در ادارات مختلف دولتی که اکثرشون راستایشون به شکل سرپرست وظیفه خود را پیش ببرند، اونجا مشکلات وجود دارد. نگرانی بین مردم هم هستن. ما شاهد ازی هستیم که هفته گذشته اعضای شورای ملی هم مجلس نمایندگان و هم مجلس مشاوران جرگه تشویش داشتن و نامنی را علت تسلی نامنی را هم عدم معرفی کابینه اونا خواندن. آیا می شود که مشکلات را با عدم معرفی کابینه ربط بدهیم؟ خب البته هر کس صحبت خود داره و تحلیل خودش داره. خب من نمیگم تشویش هایی را که مردم مطرح میکنن یا چیزایی که هست خیلی بیمورید باشه، ولی من باز گپ پیشتر خود تکرار میکنم که یک کار حساب شده و دقیق تر اگر یک مقدار زمان بیشتر ببره بهتر از ایست که با عجله یک کار خام صورت بگیره
و بعدش هم بالاخره به زودی نیازی به این پیدا شوه که تبدیل و تغییر به وجود بیه و امیدوار هستیم که این مشکل حل شد. مسائل امنیتی باور ما ایست که ربطی به این مسائل نداره به دیر و یا زود معرف شدن کابینه، چون در موافقتنامه ما یک چیزی را که داریم که هر دو تا کاندید امضا کرده ایست که مسئولین امنیتی تا 3 ماه بعد از مراسم تحلیف رئیس جمهور به وظیفه خودشان ادامه میدن و کسایی که تجربه دارد در رابطه با این کار سری وظیفه خود که باقی بمانند در رابطه با ثبات و امنیت بیشتر کمک میکند تا اینکه نفرهای جدید بیاید. خب نمایندهای مردم در پارلمان است، اونا حق دارن نگرانی خودشان داشته باشند و اونا بالاخره با اونان نماینده مردم صحبت میکنن، حرفایشان قابل تقدیر است، قابل احترام است، شنیدنی است و کوشش شوه باید نظر نماینده مردم تبیین شوه. یک موضوع دیگه شما قبلا گفتیم که باید اشخاص کارا و چرای خوب معرفی شوند در کابینه جدید، معلومات شما چی هست؟ آیا افرادی که فعلا در حکومت حضور دارن و به حیث وزیر وظیفه ایفا میکنن اینا هم در کابینه جدید حضور خواهند داشت؟ خب در رابطه با این موضوع ببینیم، جناب رئیس جمهور او قسمی که ما از طریق تیم مذاکره کنندش شنیدیم نظرشان ایست که مگه از کسایی که در 13 سال در دولت رئیس جمهور قبلی کرده است به حیث وزیر ایفای وظیفه کرده نباید در کابینه حضور داشته باشد. و نظر آقای عبدالله چی از این مورد؟ خب نظر دکتر صاحب عبدالله خیلی متفاوت نیست با نظر رئیس جمهور. نظر دکتر صاحب عبدالله است که ترجیحاً آدم ها چهره های جدید معرفی شود. حالا یک وقت اگر کسایی بوده که در کابینه های قبلی صلاحیت و کفایت خودش و صداقت خودش به اثبات رسانده باشه و بالاخره خب با فساد و اینا تانسته باشه مبارزه بکنه، یک این چنین چهره هایی اگر در کابینه جدیدم بیایه شاید مفید باشه، یعنی به صورت مطلق رد نمیکنن. یک موضوع دیگه قبل مطرح کردم شما گفتین بعدن جواب میدم، اما متاسفانه به هر حال موضوع فشرده ساختن خود حکومت است که اشرفانی احمدزاده گفته بودن که ما میخواهیم که بعضی از وزارت ها را منحل منامه واش. ما اشاره داشتیم که 25 وزیر به کابینه معرفی خواهند شد. آیا هر دو نامزد در این مورد یا آقای عبدالله و اشرفانی احمدزاده با موافقه رسیدن که یا نه موضوع با جای خود باقی خواهد ماند؟ اصلاحات به وجود بیاید و کابینه بعضی وزارت هایش امکان داره منحل شود و امکان داره بعضی وزارت های جدید ایجاد شود در اصلاحات، در طرح یا در برنامه هر دو تا کاندید هست، در منشور هر دو تا کاندید وجود داشته، بعضا مشخص شده، بعضی چیزا نام برده شده، بعضا هم مشخص نشده، ولی اون چه که فعلا مطرح بحث هست در مرحله اول سر ای که همین 25 تا وزارت موجوده برای وزیر معرفی شود در پارلمان اتفاق نظر هر دو جانب است و این دلیل داره. دلیلش ایست که ایجاد تغییرات و اصلاحات در نظام حکومتی، ایجاد اداره جدید، الغای یک اداره، ادغام دو تا اداره مطابق حکم قانون اساسی از صلاحیت پارلمان است. اولا یک مطالعه عمیق میخواهد که در ادغام، در الغا، در ایجاد اداره جدید به جای که اصلاحات به وجود بیاره خراب نشود و بعدم اداره که ملغا میشه خود تمن اون یک بخش کاری داره، او در کدام اداره باید مدغم شوه؟ خود کارمنداش سرنوشتش چی میشه؟ تا هنوز این مورد کار خاصی صورت نگرفته. نه خیر، در رابطه با این مسائل مطالعه لازم داره، بحث لازم داره و بعد از این که حکومت یعنی هم کابینه هم شورای وزیران به این نتیجه برسه که این تغییرات و اصلاحات باید به وجود بیه، در نهایت باید او به پارلمان بره مطابق قانون اساسی، ایجاد، الغا و ادغام ادارات از صلاحیت پارلمان است. بعد پارلمان هم در هر دو تا اتاقش باید این مورد تصویب قرار بگیره و اگر فعلا این پروسه روی دست گرفته شود دوباره باز زمان بسیار طولانی را در بر میگیره و تمام در فرصت مناسب هر دو تا پس به این اساس شخص هم رئیس جمهور و هم رئیس اجرایی نظری موافق دارن که
اصلاحات در نظام حکومتی باید به وجود بیاد. پس به اساس فعلا 25 وزیر نامزد وزیر معرفی میشن به ولسچرگه تا اعتماد رای اعتماد بگیره. بله. میخواستم در مورد چرا و افراد مشخصا نگا صحبت کنین. کدام افراد حضور خواهند داشت در کابینه، خصوصا از طرف آقای عبدالله؟ هنوز هیچ بحثی در این رابطه صورت نگرفته که کدام چهره ها حضور خواهد داشت. دلیلش همین است که من پیشتر براتون گفتم که فعلا بحث در رابطه خودی در رابطه با خود پوزیشن هاست، در خود پست هاست. شما اجازه بدید پست ها بین هر دو نامزد است، هر دو کمیته است. شما امیرم من از طرف مشخصا از من امیرم براتون میخوام بگم دلیلش هم بود. دلیلی که سر افراد بحث نشده است که هنوز وزارت ها مشخص نیست. شما ببینید مثلا وزارت هایی که به دکتر صاحب عبدالله وظیفه سپرده میشه که کاندید معرفی بکنه، چون معلوم نیست که کدام وزارت هست، کدام وزارت هست، لذا افرادش هم معلوم نیست و متقابلا اون طرف هم شاید همینطور باشه. من به این خاطر میگم که در تیم دکتر صاحب عبدالله، شاید در تیم دکتر صاحب اشرف غنی همی باشه، این روحیه وجود نداره که شخصیت هایی که در اونجا هست نظرشون این باشه که حتما من باید به هر قیمتی باشه وزیر شوم و در این وزارت اگر کار کرده تانستم یا نتانستم. خب وقتی که دیده شوه کدام وزارت به از طرف کدام تیم معرفی میشه، باز او زمان سر چهره های مناسبی که در اونجا بیتونه کار انجام بده صحبت خواهد شد، چون هنوز وزارت ها معلوم نیست، سر افراد بحثی صورت نگرفت. یک نتیجه میتونیم بگیریم از این آقا صاحب؟ تا هنوز عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمد زی به توافق نرسیدن و بعد از این سفر باید صحبت های از اینا صورت بگیرن، گفتگوهاشون پیش بره. بعدا اگر به توافق برسن که کدام وزارت به کیها برسه، بعد از او بالای چهره ها صحبت میشه. یک پروسی طولانی نیست؟ حدودا دو ماه از دو ماه نخواهد بوده؟ نه، من فکر میکنم با توجه به که شخصیت هایی که در هر دو تا تیم هست شناخته شده هست، حالا ما از او تیم زیاد در این مورد معلومات نداریم، ولی تیمی آخه عبدالله معلومات داره، عبدالله را که من معلومات دارم، باورم ایست که وقتی وزارت ها مشخص میشه، شخصیت هایی که مناسبی با وزارت هاست معرفی خواهد شد. هیچ کدام مشکلی بین اعضای تیم در این رابطه که یکی دو روزی کار شده میتونه کشمکشی به وجود بیایه وجود نخواهد داشت. شاید در یکی دو روز سه روز بتونه اینو مشخص بکنن، چون بحث دیگری که در اونجا وجود داره، همه حکومت یا دولت منحصری به 25 تا وزارت و کابینه نیست. کسی که قصد خدمت داشته باشه، جای خدمت در دولت بسیار زیاد است و جای مختلفی میتونن کار بکنن. بالاخره خب در ریاست هاست، بله، در ولایت هاست، در سفارت هاست، معینت هاست و جای مختلفی و کمیسون هاست. خب هر کس که قصد خدمت داشته باشه بالاخره یک جای پیدا میشه. بله. و ضرورتی به این نیست که به اثر فقط وزارت کی وزیر باشه بین منازعه بکنه. آقا سیب، به عنوان آخرین سوال، با توجه به مشکلاتی که وجود داره، هر دو نامزد ببخشید آقای عبدالله عبدالله میبینید که رئیس اجرایه است و اشرف غنی احمد زی که رئیس جمهور ماستن، هنوز به توافق نرسیدن، افراد هم مشخص نیست، وزارت ها هم مشخص نیست، آیا ای امیدواری وجود دارد که تا آخر همین هفته وزرا به ولسچرگه معرفی شوند؟ من پیشتر این را برتان گفتم، میخوام یک بار دیگه میره یک بار دیگه من میخوام میره تکرار بکنم. البته یک مقدار برخورد سلیقه‌ای دوستایی که در کمیسیون بود اگر وجود نمیداشت، شاید زودتر از اینا کار صورت میگرفت. دوستان یک برخورد سلیقه‌ای کردن، مخصوصا در رابطه با ادارات اقتصادی اصرار کردن دوستان که فقط سه تا وزارت میتونه اقتصادی باشه، وزارت مالیه، اقتصاد و تجارت، در حالی که بالاخره خود ما وزارت‌های اقتصادی زیاد داریم و ما با اونا گفتیم بیاین با معیار صحبت بکنیم. معیاری که ما مطرح کرده بودیم این بود که ما در اینجا یک کمیته اقتصادی داریم که پیشینه داره، در نظام‌های گذشته هم بوده، با اون کمیته اقتصادی شورای عالی چند... بله. و یک تعداد وزارت‌ها و ادارات عضو این کمیته اقتصادی بوده و طبعا اونمونه که عضو کمیته اقتصادی است، مسائل اقتصادی با مسائل اقتصادی با مسائل اقتصادی سر کار داره، وزارت اقتصادی و اداره اقتصادی است که این موضوع بالاخره خب چون دوستان یک مقدار سلیقه‌ای برخورد کردن، مخصوصا این مسئله راجع شد به یکی رئیس جمهور و رئیس اجرایی در این مورد با هم صحبت بکنن، من فکر میکنم که موضوع بسیار با هم دیگه نزدیکه و فاصله زیادی وجود نداره. من پیشتر گفتم، بازم تکرار میکنم، رئیس جمهور در برگشت از سفر پاکستان
اگر تصمیم بگیره که یک چند تا جلسه متمرکزی با رئیس صاحب اجرائیه داشته باشه برای مشخص کردن همو وضعیتی را که ما توضیح دادم، زودتر کابینه معرفی خواهد شد و ما انتظار ما است که حداقل قبل از اجلاس لندن کار کابینه تمام شده. تشکر آقا صاحب، خیر باشین. در نوکل تاسخم لیره منو نشتری در ملموک سروی تلویه که چاری.